اینکه رضا داره تون میره، خیلی غرق شده، اصلا حواسش به موقعیت نیست. آره الان خودش رفته دنبال مجید. بله. و اینکه به منم گفته برم بیمارستان. بله خواستم بهتون بگم که در جریان باشین، ما هیچ موقع روند کارمون اونجوری نبوده. بله من در جریان هستم که مسئول پرونده ایشونه، ولی به هر حال خواستم بهتون اطلاع رسانی کرده باشم. ممنونم، خواهش کنم، خدا نگهدارتون. الو سلام آقا، من الان دقیقا پشت سرشم. میگم بیان دنبالش، دیشب مشکوک نشد؟ نه اصلا. بهش چی گفتی؟ گفتم شما از ادامه برنامه خبر ندارید. من همی که دیگه گفتم بیان پیشه. آفرین، یه گزارش خوب برات رد میکنم. الان پاش از اونجا برو. باشه، خدافظ. اطاعت مگه اسمت مجید نیست؟ بله شما؟ فرشته نجاتت، سهراب. بشین بریم. ها نباشی. ممنون آقا. در چه حاله؟ دکترش داخله. بگو شما. من اطلاعی ندارم. سلام دکتر. سلام. حالش چطوره؟ بهتره. روند بهبودش با این وضع خیلی سریع میشه. این به هوش اومدن امروزش هم خبر خیلی خوبیه. ای به هوش اومد؟ بله. خب خدا رو شکر. دکتر کی میتونه حرف بزنه؟ فعلا عجله نکنید. ببین دکتر، کار ما مثل شما خیلی حساسه. دیر به جنبیم احتمال داره همه چی پاید. خیال راحت، حواسم جمع بود. عالی. اسلحه رو چیکار کردی؟ تا مسابقه خونه جاسازش کردم. توی دیوار اتاق کناری. اتاق عقلی خالی بود آخه. خوشم اومد. بهم گفته بودن کارت خیلی درسته. کجا داری میری؟ نگران نباش، امروز از مرز رد میشی. یعنی واقعا میشه امروز رد بشی؟ سپردن سرم هم برات بده. دمت گرم.
سلام رضا، کجایی؟ سلام آج آقا، من بیرون شهرم، تعقیب مجیدم. آفرین، پس تنها کسی که تو جریان این ماموریت نیست فقط منم، درسته؟ نه قربان، اینجوری نیست. میگه نه قربان. رضا نیازی چی کار داری میکنی شما؟ چرا تو شهر دستگیرشن کردی؟ افتادی تو کوه کمر دنبالش؟ آخه قربان. هی میگه قربان، چرا نیروها رو برگردوندی؟ تنها افتادی دنبال مجید برای چی؟ عرض میکنم قربان، میخوام بدونم به کی وصله. این کوچیکتر از این حرف هست. بعد بدونیم از کی و از کجا دستور میگیره. خودتون میدونید پاش برسه اینم میکشن. این الان یه مهره سوخته است. این مهره سوخته برای اوناست نه برای ما. آقای رضا نیازی، مسئولیت این پرونده کلن با شماست. خدا نگهدار. به چی زنها مشغول کرده؟ چی؟ اون بچه هم الان میتوستم میشه بکشم. اونو لو رفتم، من لو نرفتم. نمیدونم داستان چی. ناراحتی لو نرفتی؟ نه، یه جای کار میلنگه. ما همیشه کنار هم بودیم. اونا لو رفتن، من نرفتم. یعنی چی؟ یعنی یه نفر اونا رو فروخته. میفهمی؟ بابا، داری شکست نفسی میکنی. تو حرفه‌ای هستی. یه فرقی باید بین تو و اونا باشه. این هم ازت تعریف میکنن. معلومه نه لو بری. ببین کی بهت گفتم تا توی قضیه رو در بیارم. وقت من میدونم اون آدم. گشنه‌ای؟ نه الان چه وقت غذا خوردن من نمیگه باید بریم به مرز برسیم. برو قال قضیه رو بکن تمومش کن بریم دیگه. با راه خیلی طولانیه، باید یه چیزی بخوریم بین راه. گفتم که خانم من بچه نیستم که تو سرم چیره ببری. یا حجابتو بر میداری تا باور کنم با خونده نیستی، یا تماس رو قطع میکنم. من فقط چند تا سوال میخوام ازتون بپرسم. به حجاب من چه ربطی داره؟ ببین همه تو سر و تایی که عباسی. الو سلام، من خدمتتون پیام دادم، گفتین که یه ساعت دیگه مزاحمتون بشم. آها، چرا تصویر نداری؟ آخه دوربین لپتاپم خرابه، نمیتونم تصویری صحبت کنم. آها، ببین خانم من خیلی وقت ندارم، من فقط میدونم هیچ چیزی تو این مملکت درست نمیشه. چرا؟ چرا؟ واقعا معلوم نیست؟ نه، منظورم اینه که خب به نظر شما راهکار چیه؟ یعنی چی کار باید کرد؟ چه باید کرد؟ باید ریخت تو خیابونا خانوم. یعنی به نظر شما تنها راه همینه؟ بله خانوم، آخه اینا حکومت داری چه میفهمن؟ اگه حالیشون بود که وضعمون این نبود الان. خب شما که حالا خارج از ایران زندگی میکنین و دنیا دیده این، راه دیگه به نظرتون نمیرسه؟ نه، چه راهی؟ بگه اینا با خواهش تمنع دموکراسی کنار میرن. خیلی خوب، حالا بر فرض این که این حکومت بره، کی بیاد؟ هرکی که بلد باشه حکومت داری کنه. شما شخص خاصی یعنی مد نظرتونه؟ زیاد، تا دلت بخواد آدم های سیاست مدار و کاربلد هست که میدونن با دنیا چجوری باید تعامل کنن. خیلی خوب، اجازه بدین یه سوال دیگه ازتون بپرسم. نظرتون راجع به سازمان مجاهدین خلق چیه؟ الو، من صداتون رو دارم. الو الو الو، من صدای شما رو ندارم. الو چون احتمالاً این ویدیو برخلاف ویدیوهای قبلی ممکنه بیشتر دست به دست بشه و به اشتراک گذاشته بشه، بدون معطلی میرم سر اصل مطلب. من اقرار میکنم که شاهد عینی اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق و در نهایت ترور بهشتی و همچنین رجایی و باهنر توسط این سازمان بودم. Thank you.
مرحبا، iyi günler. Merhaba. Siz biraz konuşabilir miyiz? Buyurun. Kusura bakmayın. Bu kadını gördünüz mü? Sanırım gördüm. Adı Elif. Onunla birkaç gün önce burada görüşmüşsünüz. Hoş geldiniz. Akraba izlediğiniz kişi bu bey miydi? Evet. Evet. Biz akrabayız. Beyefendi öyle söylemişti. Neyse, ben sizi rahatsız etmeyeyim. Ben Elif'in eşiyim. Siz beni arıyordunuz. Bakın, 48 saattir eşim kayıp. Ondan haber alamıyorum, eve gelme diye. Peki. Bakın beyefendi, sizi tanımıyorum. Ne iş yaptığınızı da bilmiyorum. Hakkınızda kötü şeyler de düşünmüyorum. Sadece öğrenmek istiyorum. O size ne dedi? Beyefendi, senin eşin kayboldu. Neyse, beni rahatsız etme. Beni ilgilendirmez. Beni rahatsız edersen polise söylerim. Rahatsız etmiyorum. Ama sen ne? Neden polise gitmedin? Çık dışarı, çık dışarı. Bence porzu. آقا مجید، بفرما. سلام دایی. یه دوتا دیزی، یه پارچ دوغ، یه دونم قلیون بده به ما. فقط دو سیب باشه. آخ، اینم در بیارم، خسته شده. آخ، ای. توی وضعیت غذا خوردن باید کم داشتیم؟ راه طولانیه. بنیه آدم ضعیف میشه دیگه. من غذا بخوام چیکار؟ یه خراب شده دستشویی هم داره؟ پس حرفه‌ای هم استرس میگیرن. دستشویی اونجاست.
دست دارم دوستی بدی گیریم. تو این وضعیت من مهمونی گرفتی واسه خوده سروسات دادی؟ بابا تجربت بگم خیالت راحت لو نمیری. من دو نفر رو کشتم میفهمی؟ ممکنه تنها ردم رو زده باشم ولی میخوای بگی نمیفهمی نرو؟ کفتمون نکن دیگه. ببین صاحب رستوران با ماست، پرنده جون بخوره برگ تکون بخوره من این تو فهمیدم. به خاطر همین اومدی اینجا؟ بالاخره پیش اسادیدی مثل شما داریم درس پس میدیم دیگه، کارمونو بلدیم. غذا تو بخور. یا یه دیگه خونک بزن، میبزن جگرت حال بیاد. برو بالا، برو. این نبات هم بنداز تو چایی فشارت نیفته. حوصله شوخی ندارم. باشه ما میریم دستشویی برمیگردیم. زنگ بزن آمبولانس بیاد. یه کنار ببینم، یه کنار ببینم چی شده؟ چی شده؟ چرا حالش بد شد؟ الو جانم رضا کشتن؟ مگه تو خودت اونجا نبودی؟ آره خوب گوش کن رضا، کاری نکنی که لیلا خانم بهت مشکوک بشه. بعد نیز خونه رو یه بازرسی بکنی که اگه به یه مورد مشکوکی برخوردی فقط به خود من گزارش بکنم. یادت باشه این دوتا عملیات جدا از هم هستن، با هم دیگه فرق میکنن. گاهی اوقات بعضی چیزا هستن که اونجوری که ما تصور میکنیم نیست.
سلام رضا. سلام آجابا. متوجهی که کارا رو خوب پیش نبردی؟ متاسفم قربان. در ضمن طبق دستور شما خونه رو چک کردم، چیزی پیدا نکردم. خب خدا رو شکر، محض احتیاط دیگه. خانم تحت نظر تلفن‌هاش هم داره کنترل میشه. البته حواست باشه که خانومت نباید متوجه بشه. بله، متوجه هستم. رضا. بله آجابا. از این به بعد مسئولیت این پرونده با محموده. شما با نظر و دستور ایشون پیش میرید. محمود؟ بله. اطاعت. خداحافظ. خداحافظ. سلام رضا. چطوری؟ چه خبر؟ حاجت زنگ زد؟ دستور خود حاجی بوده، من دخالتی نداشتم. همه میدونن دیگه. راستی پیشوای تو محسن زنگ زد، گفت همون شبی که کاتیا رو بردن باهاش تماس تصویری داشته. همون لحظه؟ آره، یه لحظه تصویرش افتاده توی وبکم، ولی عکسش خیلی تاره. دادی بچه ها روش کار کنه؟ آره. کارا چیه رضا؟ بیا برو بشین پشت میز خودت. هیچی نگو، اونجا جای تو الان. رضا اینا رو خوندی؟ چیه؟ اینجا نوشته که کشمیری قبل اینکه جذب سازمان مجاهدین بشه کارمند شرکت انگلیسی بوده. آره یه چیزایی میدونست. نه اکساش. تکلیف این کابینای پاشه را مشخص کنید. جناب کشمیری، مستر شما منتظرتون، بفرمایید داخل. بله حتما. Yes. Yeah, I give you my deadline. It's not possible more. I cannot wait more. No, I told you now. Goodbye, bye. با من کاری داشتیم مستر نشان. آقای کشمیری، ظاهرا اینجا فقط حقوق دلارش برای شما خوشاینده. من که بهتون گفتم یک هفته من فرصت بدید. از این یک هفته 5 روزش گذشت. سفارت گزارش کاملو میخواد. در 2 روز دیگه باید این گزارش رو به آقای سفیر برسونم. بله میدونم. خب اگر میدونی پس گزارش فروش کجاست؟ اگه من فرصت بدید تا 2 روز دیگه آمادهش بکنم. شما که میدونی کار ساده ای نیست. شما به من گفتید همکارتون نمیتونه این کارو انجام بده. شما که قابلیتشو دارید چرا امروز و فردا میکنید؟ آقای کشمیری من از این رفتارا خوشمون نمیاد. ظاهراً فقط اینو برای پرش مطرح کردی. خب میتونی بری؟ با اجازت. چه بوی غذایی؟ وای ترسیدم. سلام. سلام زهرا خانم. کی اومدی؟ همین الان. مگه صدای درو نشنیدی؟ نه. سلام آقا جون. سلام. سلام دخترای پاپا.
سلام آقا ناصر، چطوری پدر؟ محمد جواد، من نگرانم. نگران برای چی؟ تو این شبکه شلوغ شده، با این لباس و این سوابق نباید بیرون از خونه بمونی. آقا جون، مگه چی شده که شب و شلوغه؟ زهرا خانم، قضا که آماده میشه. قضا که حاضره. خب آقا ناصر، امتحان فردا رو خوندی پدر؟ چقدر دیر کردی مسعود؟ کار پیش اومد. خب بریم که ابوالفضل منتظره. بریم. من مطمئنم اگه انقلاب پیروز بشه داداشم حتما یه شغل مهم پیدا میکنه. اگه اون نبود تا الان سازمان زمین خورده بود. یه جوری حرف زنی، انگار اگه داداشت نبود سازمانی هم در کار نبود. نه جدی میگم، واقعا تو سازمان از داداش من شجاعتر وجود داره؟ نه، خودت میدونی تو این شرایط بازم تمام جلساتو داره تو خونه خودش برگزار میکنه، به تمام دستوراتم دونه به دونه داره عمل میکنه. دیگه چی بهتر از این؟ اینجا رو نگاه کن مینو. اونجا چه خبر مسعود؟ ببینی این رژیم از مبارزات ما به وحشت افتاده، دیگه به زانو در اومدن مینو، اینا دیگه کارشون تمومه. آخر کار اوناست، اول کار ما. بریم بریم، الان شک میکنن ها. بریم. شما بی جواب نخواهد موند. داریم میبینیم این رژیم دارن نفسهای آخرشون رو میکشن. خبر آوردن که مامورای رژیم تو خیابون ایران شهر ایست و بازرسی گذاشتن. برای همین خون سرده خودتون حفظ کنید، بدون اینکه شک و شبهه ایجاد بکنید تو گروه های دو سه نفره هر 10 دقیقه یک بار از خونه خارج میشید. با اونایی هم که بیرونن بهشون بگید که مراقب باشن. زمان جلسه بعدی رو هم تو همین هفته خدمتون میگم. بفرمایید. خب چه خبر؟ چی شده؟ بیچه ایست بازرسی بود، به چند تا مامور چند تا مامور بودن؟ چند تایی بودن؟ بودن دیگه. تو مال من بیایی. مسعود چیه؟ من که کار کردم و این اصلا بلد نیستم. بعدشم شما انتظار داری من با این برم آدم بکشم؟ نگران نباش، یاد میگیری. وقتی هدف مشخص باشه برداشتن موانع هیچ اشکالی نداره. ما داریم جهاد میکنیم. مسعود درست میگه. مارکسیسم هیچ منافاتی با اسلام و جهاد نداره. جفتشون توی یه راستن. الان هم دیگه خیلی دیر شده. Thank you.
سلام. چی شده؟ سر کوچه مامور شهربانی جلد دو تا و چهار رو گرفته. فکر کنم داره سینجیمشون میکنه. خیلی خوب. چرا هول کردی؟ برو داخل خودمون نگاه می‌کنی ببینیم چه خبره. چش برادر. بیا. خب نگفتید این چه مهمونی رفتنیه که لباس مهمونی تنتون نیست. لباس مهمونی چه شکلیه؟ ببن نیشه تو. الان که پیج کردم اومدم بردنتون اون وقت میفهمی لباس مهمونی چه شکلیه. پاسه این برمینم. پاسه این بر. سلام جناب سروان، شب بخیر. شما این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ هیچی، داشتیم رد میشدیم. خب داشتید رد میشدید؟ ها نکنی شما مثلا اون مهمونی اومدی که این دو نفر اومدن؟ آره مهمونی؟ خب ما اصلا به اون میخوریم. نه اتفاقا این همکارتون که داره میاد کاملا ما رو میشناسه. ببینی؟ بگیرین یه منیش تو کنه. زود باشین مسود، اومد کنش رو بایستنی به جا یه دو برگرده کنه. ابوالفضل دلنواز، مینو دلنواز، همسر مسعود کشمیری. در واقع مینو کشمیری رو جذب سازمان کرده. اینو میدونستی؟ آره میدونستم. ماشاءالله همه چی رو میدونستی. آره میشه، خدا رو شکر. خیلی جالبه. آیت الله خامنه ای تو یکی از خاطراتشون نوشته تو شلوغی های سال 1344 تو خیابون انقلاب مشغول قدم زدن بوده که آقای هاشمی رفسنجانی ایشونو میبینه و سوار ماشین میکنه. بعد کلی گله‌مند میشه که چرا بدون هیچ ملاحظه ای اینجا حضور پیدا کرده.